سلام به شما، با خبر شش از سلو و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 13 میزان سال 1400 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها: گماشتن 38 چهره تازه در سمت های ملکی و نظامی حکومت. شنی روز وړو په مستقبل کې نو دا دی غل فرض اول قدم بولم چې د ټولو واګانو دي مشرانو کمانډانانو انتخاب وسو. آغاز روند توزیع پاسپورت در کشور از سوی حکومت. اسلامی امارت د کورنیو چارو وزارت په پیشنهاد ریاست الوزراء او د اسلامی امارت رهبری پریکړه وکړه چې همدا پاسپورتونه بیرته ایشو شي، صادر شي، او د دې په خاطر چې دا مشکل حل شي. نگرانی های سازمان ملل از اوضاع بد اقتصادی در افغانستان. میلیون ها افغان بیش از 40 سال است که آواره شدند و تحولات اخیر چالش های تازه را ایجاد کرده. امیدواری امریکا برای آغاز گفتگوهای هسته‌ای با ایران و به سرنوشتی پروژه های نیمکار در افغانستان. من بهرام امان هستم. در تشکیلات حکومت تازه 38 تن به سمت‌های بلند در بخش‌های ملکی و نظامی گماشته شدند. معاون سیاسی رئیس وزرا، سرپرست وزارت شهدا و معلولین، معینان برخی از وزارتخانه‌ها و فرماندهان قلوردوها شامل این مقرری‌های تازه هستند. تمامی کسانی که شامل این فهرست 38 نفری هستند از تحریک طالبان هستند و بیشتر افراد که به کار گماشته شدند در بخش نظامی هستند. از سوی هم کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی می‌گوید تعینات تازه در پست‌های نظامی نخست برای ایجاد یک ارتش نیرومند در کشور است. بر بنیاد یک فرمان، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، ملا عبدالمجید آخوند سرپرست وزارت شهدا و معلولان، مولوی مطیع الحق سرپرست اداره سرمیاشت، ملا نورالدین ترابی معاون اداره سرمیاشت برخی از این چهره های تازه هستند که در پست های ملکی گماشته شدند. در این فهرست نام های فرماندهان 8 قلوردو و شماری از پست های بلند وزارت دفاع نیز شاملند. ملا مهرالله حماد فرمانده قلوردوی کندهار، مولوی حمدالله فرمانده قلوردوی کابل، مولوی عطاالله عمری فرمانده قلوردوی مزار، مولوی محمد ظریف مظفر فرمانده قلوردوی هرات، مولوی شرف الدین تقی فرمانده قلوردوی هلمند، ملا رحمت الله محمد فرمانده قلوردوی کندز، عبودجان فرمانده قلوردوی لغمان و قاری محمد ایوب بنوان فرمانده قلوردوی پکتیا گماشته شدند. موږ به یو شنی روز وړو په مستقبل کې، نو دا د هغه لپاره زه اول قدم بولم چې د ټولو واګانو د مشرانو د قمندانانو انتخاب وسو. اما در تعینات تازه دیده می شوند که نام های قلوردوها تغییر کردند. به گونه مثال از قلوردوی 209 شاهین اکنون به نام قلوردوی مزار و از قلوردوی 201 سیلاب به نام قلوردوی لغمان یاد شده است. این اردوی جدید بتواند از تمامیت ارضی افغانستان به طور مستقلانه دفاع کرده بتواند و در مقابل هر نوع تحریکات دشمن و مخالفین حکومت موجود جوابگو باشد. وقتی که ما از اردوی ملی، از پلیس ملی صحبت میکنیم، نیاز است که عملاً این اقدامات ما ملی باشه، همشمول باشه، فراگیر باشه تا بتانه در بعد امنیت اعتماد عمومی رو با خود داشته باشه. از سوی هم کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی میگوید چهره هایی که به تازگی در سمت های قلوردوها و نهادهای دیگر نظامی گماشته شدند تجربه خوب نظامی دارند. پس از نزدیک به دو ماه توقف، روند توزیع پاسپورت امروز سه‌شنبه از سوی وزارت امور داخله آغاز شد. رئیس ریاست پاسپورت گفته که این ریاست توزیع گذرنامه ها را در مقایسه با گذشته تا دو برابر افزایش داده. از سوی دیگر سخنگوی وزارت امور داخله میگوید در پاسپورت هایی که توزیع می شوند هیچ تغییر از سوی امارت اسلامی نیامده. سرانجام پس از نزدیک به دو ماه توقف، فعالیت های ریاست عمومی پاسپورت آغاز شد. رئیس عمومی پاسپورت میگوید که تمام کارمندان فنی، همزنان و مردان دوباره به کارهایشان برگشتند و قرار است روزانه تا 6000 پاسپورت توزیع کردند، یعنی دو برابر ارقام گذشته. د پاسپورت ریاست سر لنن په خپل کارو باندې پیل کوي او تاسو ټولو ته زو د زړه د کومې مبارکي وایم چې موږ وتوانیدو او بریالي شو چې د پاسپورت ریاست خپل کارونه بیرته پیل کړي. اسلامی امارت د کورنیو چارو وزارت په پیشنهاد
ریاست الوزراء او د اسلامي امارت رهبرۍ پریکړه وکړه چې همدا پاسپورتونه بیرته ایشو شي صادر شي او د دې په خاطر چې دی دا مشکل حل شي. دا چې وروسته به نوم څه وي په پاسپورت کې، لوګو به څه وي، ټاپه به څه وي، په دې اړه به د اسلامي امارت رهبري د موږ تاسې د هیواد علما سپینګیري مشران مخور پریکړه کوي. پاسپورت هایی که توضیح می شوند همانند گذشته هستند و در آن هیچ تغییری به میان نیامده است. وزارت داخله می افزاید که با در نظر داشت توانایی های کاری، توزیع پاسپورت در ولایت ها نیز از سر گرفته خواهد شد. اما توزیع پاسپورت به نیازمندان به شمول بیماران و سفرهای رسمی در اولویت کاری آنان قرار خواهند داشت. اگر چوک چی بیرانی ناروغان دی او ناروغی تثبیت هم شی ریاست تا اگوی تا پاسپورت به بیرانی رول ورکول کی. سلوارم د دولتي ادارو هغه کارمندانو ته د پاسپورت اسانتیا ورکول چې د رسمي سفرونو لپاره د اړوند ادارو لخوا پیژندل کیږي. از سوی هم کارمندان زن که دوباره به کارهایشان در ریاست پاسپورت برگشتند شادمان هستند. د منګه هیله خوم دا و چې منګه بیرته راشو خپل کارون ته خپل همیشګي خدمت ته ادامه ورکو. اوس هم منګه مطمئنه په دې نه یاستو چې منګه دلته نن غوښتل شوی یاستو. آیا آینده کې منګه سره څه کیږي؟ دا خبره دقیقه ده که نه ده چې موږ راځو دلته کار کوو. په هغه ورځ به وخت موږ بایومیټریک کړی و او موږ سره واده شوی و چې په هغه ورځ به موږ پاسپورت ترلاسه کړی و. پیسې مې هم ورکړې وې او فیس مې پرداخت کړی و، مګر دا چې لاره بنده شوه، وضعیت خراب شو، ونه شو کړلی پاسپورت ریاست چې پاسپورټونه توضیح کړي، موږ هم داسې بند پاتې وو. وزارت امور داخله میگوید که پس از سقوط حکومت پیشین 170,000 درخواست کننده پاسپورت انتظار گرفتن پاسپورت را دارند. بخش پناهجویان سازمان ملل متحد گفته که اگر کمک های تعهد شده به افغانستان نرسند، این کشور با یک بحران اقتصادی روبرو خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در بخش پناهجویان تاکید می‌ورزد کمک های تعهد شده باید پیش از رسیدن فصل سرما به نیازمندان برسد. در همین حال مسئولان حکومتی می‌گویند کشورهای جهان باید بی در نظر داشت مسائل سیاسی کمک های بشردوستانه‌شان را به افغانستان فراهم بسازند. فضیله که باشنده ولایت قندوز است، سرپرست یک خانواده 8 نفری است. او که همچون صدها آواری دیگر در یک اردوگاه آوارگان در کابل بسر میبرد، میگوید که شوهرش در جنگ های پسین ناپدید شده. زندگی ما بسیار به مشکلات پیش میره. نان خوردن نداره، کمک هایی که بر ما میشه، بر ما نمیرسه. دیگر لباس شانه هیچ نیست و پوشیدن لباس ندارن. از وقتی که پدرم گم شد اینجا به سرنوشت افتادیم که سرپرست نداریم. دیگه زمین کسای کمک بر ما میکنن، بر ما کمک کنن، چرا که از زمستان میه. همزمان با این بخش پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که مردم افغانستان با بی سرنوشتی جدی روبرو هستند. میلیون ها افغان بیش از 40 سال است که آواره شدند و تحولات اخیر چالش های تازه را ایجاد کرده. کمک های بشردوستانه گسترده و بی قید و شرط باید در مدت چند هفته انجام شود. زیرا این کمک ها هرچی زمان گیر شود، بحران اقتصادی در افغانستان سخت‌تر خواهد شد. افغانستان در حال حاضر نیازمند کمک های خارجی و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری می باشد که متاسفانه به دلیل نبودن ثبات سیاسی این امور به هیچ عنوان قابل اجرا نخواهد بود. از سوی هم یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ از کشورهای جهان می‌خواهند که مسائل سیاسی افغانستان را شامل روند کمک‌های بشردوستانه نسازند. باید که بدون کدام شرط و شرایط ما می‌گویم کمک‌های از یا عوض و بدون کدام فشار باشد. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود برای کمک نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به 20 میلیون تن، بیش از 200 میلیون دلار کمک نیاز است. اما تا اکنون از رسیدن این کمک ها به افغانستان خبری نیست. معاونین ریاست وزرا در دیدار با نماینده ویژه بریتانیا گفتند که امارت اسلامی خواهان داشتن روابط خوب با تمامی کشورهای منطقه و جهان است. در اعلامیه که از سوی اداره امور پخش شده آمده که در این دیدار معاونین ریاست وزرا گفتند که منجمد شدن پولهای افغانستان سبب فقر و بیکاری در کشور خواهد شد و این نه تنها به افغانستان بل به جامعه جهانی اثر منفی خواهد داشت. آنان گفتند که امارت اسلامی با همه کشورها روابط مثبت را خواهان است و از خاک افغانستان هیچگاه ضد کشورهای دیگر کار گرفته نخواهد شد.
از روز 13 میزان یعنی روز جهانی آموزگار در کشور امسال به گونه کم رنگ بزرگ داشت. از سوی هم برای برخی از مکتب ها در کابل اجازه داده نشد تا دانش آموزان از روز معلم بزرگ داشت کنند. در این میان آموزگاران کشور از آنچه نگرفتن حقوق ماهانه و فقر میگویند شکایت دارند. برخی از آموزگاران زن نیز میگویند از اینکه اجازه کار برایشان داده نشده نگران هستند. بزرگداشت از روز جهانی آموزگار در کشور. سعیده سادات بانوی دانشجوی است که در کنار تحصیل پیش از 7 سال می شود که آموزگار است. بانو سادات پیش از 3 سال می شود که صنفهای اول تا ششم را آموزش می دهد. اما از اینکه در اوضاع کنونی نمی تواند به کارش برود نگران است. مایوس هستم به خاطر اونایی که در خانه ششتن، واقعا جگر خون هستم. کسایی که تحصیل کردن ماستر هستن اونا در خانه ششتن. اونا استادایی بودن که در مکتب های دولتی هم استادا بودن، صنف های بالا 11 و 12 درس میدن از طبقه اوناست. خبر دارم، خودم شاهد هستم که اونا همگیشان خانه نشین هستن. من اینجا بیشتر شاگردایی را دارم که مادرایشان معلم بودن. امروز یک تعداد زیاد از اونا آمدن بر ما روز معلم را تبریکی میدادن، ولی خودشان خیلی مایوس بودن. پایی که در مکاتبشان اصلا از روز معلم یاد نشده. پیش از این روز از سوی دانش آموزان به گونه پرشکوه بزرگداشت می شد، اما امسال آن گونه نیست. آموزگاران می گویند که در اوضاع کنونی با فقر و ناداری روبرو هستند و بیش از 3 ماه می شود که حقوق ماهانهشان را نگرفتند. واقعا سخت است برای معلمی که خوراک و پوشاکش از متعیه میشه، از مقدار ماشی که به دست میارن. روز معلمی که من آرزویش داشتم نبوده، چون من توقع بیشتری داشتم از خودم و از بقیه و برنامه ریزی های زیادی هم به این روز کرده بودم. از روز آموزگار در کشور در حالی بگونی کمرنگ بزرگداشت شد که امسال هیچ محفل رسمی در این باره گرفته نشد. در این میان وزارت معارف با بخش اعلامیه روز آموزگار را تبریک گفته و افزوده است که این وزارت تلاش دارد تا به چالش های آموزگاران کشور رسیدگی نماید. رئیس شورای عالی راه نجات افغانستان از کشورهای جهان می خواهد که امارت اسلامی افغانستان را بر رسمیت بشناسند. او که در یک نشست خبری سخن می گفت می گوید اگر امارت اسلامی با مردم تعامل نکند حکومت آنان سقوط خواهد کرد. از سوی هم اعضای این شورا نیز از کشورهای همسایه می خواهند که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. سید اکبر آقا رئیس شورای عالی راه نجات افغانستان در یک نشست خبری در کابل از جامعه جهانی خواست که باید حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسد. او بر ایجاد حکومت همشمول از سوی امارت اسلامی نیز تاکید می‌ورزد. و هر خبری که در ملت شو خلق وژغول سی مشوره ورسره وسی شورا ورسره وسی او د دې د پاره چې کملات ته یو چا سره د یو چا پشتبانه سو هغه سره نه ناکام کیږي او کمیلت پشتبانه نو هغه به خامخا بیا ناکام کیش. از سوی هم اعضای شورای عالی راه نجات افغانستان از کشورهای دیگر به ویژه تاجیکستان میخواهند که در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکند. د ټول ممالک نه اله کو چې افغانستان په داخلي امور کې دی هیڅوک لاسوهنه نه کوي. د تاجکستان پر رابطه موي اغم د مونږ ورور دا غریب ملک دا د مونږ غني غریب ملک دا خپل ځان لپاره د خپل عمر برابر کی د افغانستان د مرتوان نه لري چې افغانستان په داخلي امور کې ګوتی وي. در این نشست آنان بر آزادسازی پل های منجمد شده افغانستان در بانک های جهانی نیز تاکید می ورزند. زمونږ استاد او بودیجه کنګل شوې ده په کوم اساس؟ تر د خپل ځان لپاره نړیوال قانون راوخله. په نړیوال قانون کې دې ته وګوره چې ته زموږ د ولس بودیجه کنګل کوې، د هغې علل څه شی دی؟ آیا چې موږ ته په رسمیت نه پیژنې، د هغې علل څه شی دی؟ آیا ته تلپاتې همیشه لپاره دا اراده لرې چې افغانستان دې د اشغال د لاندې وي؟ از سوی هم اعضای این شورا درباره عدم دسترسی بانوان به آموزش میگویند که باید به امارت اسلامی مهلت داده شود تا آنان راهکار را برای رفتن دختران به مکتب ها و دانشگاه ها ایجاد کنند.
در سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه گفته که کشورهای گروه 20 باید برای بررسمیت شناختن طالبان یک پیام واضح داشته باشند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می‌افزاید بررسمیت شناختن طالبان بها دارد و طالبان باید این بها را بپردازند. مکرون گفته است که ادامه خبر 6. تخمین‌های نخستین نشان می‌دهد که برزش بیش از 5 میلیارد دلار پروژه‌های نیمکار در افغانستان به سرنوشت ماندند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته که به سرنوشت ماندن پروژه‌های بزرگ ساختمانی مانند جاده حلقه‌ای کشور، پروژه‌های بندسازی، راه آهن با کشورهای همسایه و نیز پروژه‌های کشاورزی میلیاردها دلار به بخش خصوصی زیان می‌زند. بخش باقی مانده جاده حلقه‌ای کشور، پروژه راه آهن حلقه‌ای و بخش باقی مانده راه آهن خواف هرات، پروژه های 22 بند میانه و بزرگ، ده ها پروژه جاده سازی و چندین پروژه بزرگ انتقال سیم های برق به کشور، مشمول بزرگترین پروژه های اند که با کمک جامعه جهانی در افغانستان آغاز شدند و با سقوط حکومت پیشین این پروژه ها نیمکار رها شدند. ارزش نخستین پروژه های نیمکار در افغانستان بیش از 5 میلیارد دلار تخمین می شود. چیاغه پروژه چې پاره کې پسو خلکو کار کوي ا پروژه اوس ولاړ دي ولې ارزوم دغه چې دغه پروژه هر چا چې دا تمویل کوي تقریبا دا د میلیارډ ډالر پروژه دی هله مودغه چې دغه تمویل کوننده مملکتونه یا تمویل کوننده موسسات د دې پروژو په تور د مثال کته است یو غټ سړک وستر وشوم د لوګر کابل سړک چې پرنیمایلار کار پات دی. از سوی بخش بزرگ از شرکت های ساختمانی داخلی که در این پروژه ها کار کردند هزینه های عملی شدن این پروژه ها را دریافت نکردند. مسئولان این شرکت ها میگویند که در کنار بی سرنوشت ماندن هزینه های این پروژه ها با رسیدن زمستان امسال پروژه های نیمکار با چالش های بزرگی روبرو خواهند شد. یک مسئله طلبات شرکت هاست. مسئله دیگه که من میخواستم عرض کنم به اون ازی که پروژه در حال جریان است و زمستان در شرف رسیدن. پروژه نیمه کار است. اگر این پروژه دوام داده نمیشه، پروژه مواظبت نمیشه، افت مراقبت نمیشه، پروژه عوارض میکنه، یک ضرر بسیار کلی بر مال و بیت المال است. در سالهای گذشته جامعه جهانی با هدف این که افغانستان در بخش توسعه‌ای و تولیدی به خود بسندگی برسد، بیش از 100 میلیارد دلار در بخش های توسعه‌ای در کشور سرمایه گذاری کرده است و در آخرین نشست جذب کمک های جهانی در ژنو، کمک کننده ها یک بار دیگر متحد به کمک بیش از 4 میلیارد دلار در سال به بخش ملکی به افغانستان شدند. اما از بیش از یک ماه بعد این صبح سقوط حکومت پیشین همه کمک های جهانی به افغانستان متوقف شدند. اکنون نگرانی های وجود دارند که اگر این کمک ها از سر گرفته نشوند، دستاورد های زیربنایی 20 سال گذشته با چالش روبرو خواهند شد. شمار از باشندگان ولایت های هلمند و اروزگان برای دریافت پول های اندک از بانک ها به ولایت کندهار می روند. اینان با شکایت از عملکرد کنونی بانک ها در حوزه جنوب کشور می گویند دیگر به بانک های کنونی اعتمادشان را از دست دادند. آنان گفتند که اکنون برای دریافت سپرده هایشان باید چالش های بزرگی را متحمل شوند. در این حال شمار از آگاهان بخش اقتصاد با در نظر داشت فعالیت های کم رنگ بانک ها در کشور می گویند جهان تلاش کرده که نظام نوپای بانک های کنونی را قصدن با رکود روبرو بسازد. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر 6. تا درود بدرود.